با نام خدای بزرگ، محصلین عزیز گرامی، ضمن عرض سلام آرزومندم صحتمند و تندرست باشید به یک دیگر از جلسات مضمون حشرات و کنه های مزری نباتات مزروعی. بنده وزیر احمد دوست محمدی شما خوبان را خوش آمدید میگویم. خوبان گرامی، در پرزنتیشن هازا به ارتباط آفات مهم برنج، یعنی به ادامه جلسه قبلی، میخوایم که پیرامون حشرات و آفات مهمی که میتونن سطح حاصلات برنج را تقلیل بدن به صلاح صحبت داشته باشیم. در پریزنتیشن کنونی یا پاورپوینت هازا، فهرست مطالبی که در شده است، ابتدا خواهیم پرداخت پیرامون کرم برخار سبز برنج، بعدا در قسمت خسک های سیاه برنج، نیماتود ریشه برنج و در قسمت آخر کنه برنج و سیستم کنترل همه جانبی از اینو خدمت شما خوبان اشاره خواهد شد. کرم برخار سبز برنج، محصلین گرامی، تحت عنوان کرم نوارخار برنج یا کرم نواری هم همچنین در بعض از کتب آمده است که تحت عنوان نارینگا اینسنسس، که یکی از مثلا نام سنتفیک یا نام علمی از این حشره است و یکی از آفات مهم خود نبات شالی یا برنج به شمار می روید که بعد از کرم ساق خار های زحمیت است، باید در قسمت شناخت دوران حیات و کنترل از او اقدام باید کرد. ابتدا می پردازیم در قسمت خود برنج، طوری که در جلسه قبلی هم اشاره کردید، برنج بعد از گندم یکی از مهمترین غلات مصرفی مردم دنیا بود که دارای اهمیت بسیار زیاد است. برنج از اثر چندین نوع آفت دچار خسارت می شود که از جمله کرم برخار سبز برنج وارد کننده خسارات بزرگ به نبات برنج می باشد. آفت کرم برخار برنج که نباتات برنج را مورد حمله قرار می دهد، اولین بار در سال 1350 در مازندران ایران مشاهده گردید و در کشورهای مانند چین، هندوستان، ویتنام، فیلیپین و ژاپن نیز انتشار یافته است و در مملکت عزیز ما افغانستان از ولایت ننگرهار و کمتر در ولایت بغلان دیده شده و راپور داده شده است. محسنین گرامی، بعد از طور که پیشتر هم یادآوری کردید، بعد از کرم ساخار شالی به اصطلاح در رتبه دوم از های زحمت است لحاظ ایجاد خساره و این متعلق است به لحاظ کلاسیفیکیشن به خود کینگدم اینمیلیا، فایلم آرتراپودا، کلاس یا سنف انسکتا، ردیف لیپودپترا یا فلستاران که ما در جلسات قبلی هم صحبت کردیم که خود از این کرم چیک است به اصطلاح شپرکا و پروانا در خود آردر یا ردیف لیپودپترا موقعیت دارند که از جمله فامیل های ناکتودی پایرلیدی به اصطلاح در متعلق به خود لیپودپترا است. جیناس نارینگا و اسپیشیز اینسنسس که یکی از آفات مهم شالی به شما میره به محصلین گرامی نگفته نمانه که در وقت نوشتن نام های علمی از قبیل جیناس و اسپیشیز کلمه ایتالیک و اگر در پارچه امتحان است اندرلاین را فراموش نکنید. مشخصات خود از این حشره از چی قرار است؟ پروانه های ماده دارای رنگ روشن بوده و لکه های تیر رنگ در ابتدا و وسط و انتهای بالهای نها وجود دارد. طوری که شما در تصویر سمت چپ مشاهده میکنین، لکه های تیره در ابتدا و وسط و انتهای بالها وجود دارد و طول خود از این حشره در حدود 20 میلیمتر میباشد. پروانه های نر به رنگ قوی مایل به سرخ هستند که روی بالهای جلو دارای سه خط شکسته به شکل قوسی یا به شکل قوس مانند و طول بالهایشان در حالت باز 16 تا 25 میلیمتر می باشد. که دقیقا شما در تصویر مشاهده می کنید خطوط قوی و تقریبا دارای سه خط شکسته که در سلایدهای بعدی هم بیشتر روی این موضوع صحبت خواهد شد. تخم از این حشره که به اصطلاح کروی شکل بوده و دارای خطهای عمودی منظم می باشد. رنگ آنها ابتدا زرد که بعدا به تدریج به صورت تیره در میان. لارو خود لارو از این رنگ سبز علفی بوده و یک خط سبز تیره در طول وسط پشت و دو خط روشن مایل به سفید در دو طرف به موازات خط میانی بدن قرار دارند. خود شفیره و یا پیوپای از این سبز است به رنگ سبز رنگ بوده و به تدریج به رنگ قهوه‌ای در میآید. محصلین گرامی، طوری که در سلاید قبلی هم اشاره کردید خدمت شما خوبان، متعلق به آردر یا ردیف خود فلستاران یا لیپودپترا، یکی از آردرهای بسیار مهم در قسمت حشرات است که پروانا و شپرکا موقعیت دارند و نگفته نماند که دارای کمپلت میتامورفیسز، یعنی اصاله مکمل است. از تخم شروع به مرحله لار بدن به شفیره و یا پیوپا و بدن به سمت ادولت میره و در مجموع
خود از یک کس پروانه هست. فرق بین پروانه و شپرک هم این بود که پروانه از طرف روز شروع به فعالیت میکرد و شپرک ها از طرف عمومان از طرف شب و در مجموع میتونن که خساره اقتصادی هنگفته به سطح نبات شالی ایجاد کنند. طرز خساره ابتدا آفت در حالت لاروا غلاف برگ و ساغر سوراخ کرده و به داخل آن نفوذ می کند. بدین ترتیب باعث از بین رفتن برگهای در حال رشد می شود که این مرحله را مرگ نبات می نامند و یا در مرحله به وجود آمدن دانه‌ها باعث دانه بندی در خوشه‌ها می شود. طور که شما در تصویر مشاهده می کنین به اصطلاح و از نام از این پروانه پیداست کرم برخار است که می تواند از بین رفتن برگهای در حال رشد باشه. ابتدا خود نقاط نمو و برگای که ساغر رو پوشاندن زرد گردیده و بدن و بعض نبات که در و بعضن نبات که در قوری هن بعد از اندک زمان از بسیار از برگایشان زرد و خشک می گردد. برگای سطحی زرد گردیده و به ریختن شروع می گردد. بعد از آن که مدت از مبتلا شدن نبات گذشت ساقه ها ضعیف و دانه ها خالی در خوشه ها به وجود می آید و علائم آن معمولا به خوشه های سفید رنگ آشکار می شود، زیرا انتقال مواد غذایی نبات به نسبت قطع شدن ساقه تقلیل می یابد. طوری که در تصویر هم شما مشاهده میکنید محصلین گرامی و در سلاید قبلی هم اشاره کردید که حشرات مذکر از این دارای اکثری خطوط قوی و سه خط شکسته قوی در قسمت بالای خش می باشند و خساره هم بیشتر در سطح برگ می رسانه و معمولا خوشه ها سفید رنگ آشکار میشه به خاطر از اینکه پس یک مبتلا میشه به اصطلاح ساقه ها ضعیف و دانه هم خالی در خوشه ها به وجود می آیند. لایف سایکل یا دوران حیات از یه شیره از چی قرار است؟ این آفت زمستان رو به قسم شفیره و یا پیوپا در قلاف بقایای برنج و یا روی خاک به اصطلاح میگذراند یا سپری میکند. پروانه های ماده پس از جفتگیری تخمای خود را بر روی برگ قرار میدهد. تخما در اواخر ماه حمل در مدت 5 الی 6 روز تفریخ میشوند. در حدود 40 الی 90 لارو جوان در یک برگ همچنین شماره شده است. تجربه که نشان داده است لاروها در یک برگ هستی که پهنک آن خرد شده است محفظه ایجاد میکنه و در آنجا تبدیل به شفیره میشوند. لاروها عموماً در ساعات خنک روز و یا در هنگام شب از برگ تغذیه میکنه، قسمی که تمام پارنشیم برگ مصرف نموده و تنها رگبرگ اصلی و رگبرگ اصلی و ستیر به ساوی وسط باقی میگذارند. دوره شفیرگی در ماه حمل 4 الی 6 روز به اصطلاح در بر میگیرد. مسئولین گرامی در آردر لیپودپترا که به اصطلاح یا فلستاران عموما در اکثر حشرات موضوع ثبت میکنه که لارو از او استیج لاروا یا مرحله لاروا بیشترین خساره رو به سطح نباتات میتونن که ایجاد کنن و سطح باعث ازیشن که اگر در سطح برگ است، اگر او لار در قسمت ساقه است و در هر قسمتی که است باعث میشه نبات فلج بسازه و در مجموع سطح حاصلات و رشد و نموی نبات تقلیل پیدا کنه. کنترل همه جانبه خود کرم برخار سبز برنج از چی قرار است؟ برای مبارزه با این آفت روش های مختلف وجود دارد که باید دهاقین آن را در نظر بگیرند. از جمله روش های اول بذر انواع مقاوم، یعنی در وقت کشت شما میتونید تخمایی که مقاومت داره در مقابل آفات شالی به صلاح انتخاب کنین. بدن کنترل زراعتی، کنترل کیمیاوی و کنترل بیولوژیکی است و توسط این روش ها ما میتونیم که آفات را تا حد کنترل کنیم. اگر برای کنترلشان توجه جدی صورت نگیرد میتواند قسمت زیاد از مزرعه توسط آنها مصرف شود. برای مبارزه با این آفت میتواند دشمنان طبیعی این آفت مانند زنبور پرازیت شفیره و یا همان پیوپا از خانواده لیچینوماینیدیه و یک نوع پرازیت تخم است که به نام ترایکوگراما رینانانا به اصطلاح یاد میگیره که در کشور همسایه ما و شما ایران وجود داره و فعلا استفاده میشه. محصلین گرامی، کنترل تلفیقی و یا همه جانبه آفات ابتدا استفاده از سایر روش ها که در خطوط بالا ذکر کردید، بعد در قسمت بیولوژیکی ترایکوگراما رینانانا که یک حشره به صلاح هست که یک نوع پرازیت است، پرازیت تخم است که شما در کنترل بیولوژیکی هم
راجع به تراک گراما به صلاح خدمت شما در جلسات اول صحبت شد و این جلسه در کشور همسایه ما و شما یافت میشه و فعلا از او استفاده میکنن به امید روزی که ما هم بتونیم در فرمای تحقیق خود و برای دیاقین این اشاره پرازیت تخمر به صلاح ریلیس تربیه کنیم و ریلیس کنیم در یعنی پخش کنیم در سطح مزارع تا از قسمت خساره از یافات و علل خصوص کرم برخور ما هم در امان باشیم. در قسمت مبارزه کیمیایی میتوان از سموم فاسفوره و کارباریل و که همان فرمولاسیون کارباریل خود از او ویتابل پودر است، یعنی پودر قابل در حل در آب که 85% می باشد، به مقدار 2 الی 3 کیلوگرم فی هکتار در وقت ظهور خسارات به صورت ادوی پاشی میتواند که در کنترل یافت موثر باشد. و همچنان میتوان از ادویه ترایکلوروفین به مقدار 1 کیلوگرم در فی هکتار استفاده نمود. محصولین گرامی ترایکلوروفین در حقیقت همان دپترکس است. ما در جلسات قبل و همچنین در مبادی المعاشره در سمستر قبلی اشاره کردیم که عموما پیستیساید ها یا آفتکش ها دارای 3 نامند، نام علمی است، نام کیمیاوی است و نام تجارتی، که میتواند یک پیستیساید یا یک آفتکش برای خود به صلاح نامهای متعدد اختیار کند. فلازا اگر دپترکس هم در بازار یافتیم در حقیقت همان ترایکلوروفین است. عنوان تاپیک بعدی خسک های سیاه یا بلک بگز می باشد که تحت عنوان اسکتونیفورا اسکتونیفورا اسپیشز های متعدد از این به اصطلاح جنس هست که باز هم میتونه قلات را خصوص در قسمت برنجر خساره اقتصادی وارد کنند. ابتدا میپردازیم به خود خسک که چی هست. خسک ها از جمله ردیف یا آردر هیمیپترا یا نیمه بالان است و دارای نوع دهن زننده می باشند و تخم خود را به دستجات مختلف در سطح برگ می گذارد و بعد از تفریخ مچک ها به رنگ قویی به نبات میزبان حمله می نمود و شیره نباتی مکیده و باعث تضعیف نبات میزبان می شود. محسن گرامی در قسمت کفشک های گندم ما در جلسات قبلی صحبت مفصل داشتیم که تقریبا دوران حیات شبیه خود از این هست به صلاح شبیه خسک ها هست و خود خسک ها طبعا یک بوی بد از خود ترشح میکنن که باعث به صلاح از شر دشمن های طبیعی محفوظ یا در امان باشن. و تصویری که شما در قسمت وسطی مشاهده میکنین گذاشتن تخما به دستجات متعدد و پوشانیدن از اونا زیر یک مواد لزی که خود عشر مؤنث به صلاح باعث شده که او از خود ترشح کنه و تخما به دستجات مختلف در سطح برگ بچسبند به صلاح. و تصویری که شما در سمت چپ مشاهده میکنین متضرر ساخته خود نبات شالیر که باعث زرد شدن و یا چنگیکی شدن قسمت نوک برگ میگردن. و یه هم تصویر از مچکای سن مختلف خود خسکا است که به رنگ قوی سیاه و یا رنگ تیره مشاهده میشه و باعث میشه که شیره نباتی مکیده و در مجموع نبات حاصله به اصطلاح حاصلات از لحاظ کمی و کیفی یک سطح مرغوب و با کیفیت نداشته باشند. عنوان تاپیک بعدی به ارتباط نیماتود ریشه برنج است. تحت عنوان رود نوت نیماتود آف رایس که یکی از به اصطلاح آفت بعدی در قسمت خود مزارع شالی می باشد که می تواند خساره اقتصادی چشمگیر به اصطلاح همه ساله وارد کند و علائمی که خود نیماتود ها از خود باقی می گذارن محصولین گرامی شامل بقمه شدن یا به اصطلاح خود ایجاد گال در سطح ریشه است که شما به وضاحت مشاهده میکنین. طبعا ما در جلسات قبلی هم صحبت کردیم پیرامون نیماتودهای گندم اگر بیاد داشته باشید که نیماتودها عموما خساره از اینا در قسمت زیر زمین و در قسمت اندامهای هوایی است که عموما روت نود نیماتود یا نیماتود گری ریشه به اصطلاح که مشهور است که خود از یک باعث ایجاد گال یا گره و یا ایجاد بقمه شده به اصطلاح در سطح خود ریشه ها باعث میشه که نبات در مجموع اندامهای هوایی زرد بشن، قد پس بشه، کوتاه مانده و در مجموع سطح حاصلات تقلیل پیدا کنه. فلازا بعد از خسک ها نیماتود های ریشه برنج اینا هم های زحمیت هست و با کنترول دانستن دوران حیات ازی باید متوجه بود و همه چی نگفته نماند که محسنین گرامی در قسمت کنترول ازی در ختم سلایت ها اشاره خواهد شد. عنوان تاپیک بعدی که ما می خواهیم فقط صرفا به شکل
چون این آفات خوشبختانه در غرب افغانستان در ولایت هرات و در مجموع در افغانستان نسبت به کرم ساخار و کرم برخار به اصطلاح دارای شیوع زیاد نیست و خساره کمتر وارد می کند. عنوان تاپیک بعدی پدی مایت یا خود کنه چی است؟ کنه برنج که تحت عنوان ایلوجوگانه که است اوریزیا می باشد که به صلاح یک از آفات نسبتا مهم است. تا اکنون از ولایت هرات کدام جورنال یا کدام راپور علمی که به ارتباط گزارش خود کنه برنج باشد ما شاهد نبودیم. و مسئله گرامی من می خواهیم به شکل کوتاه اشاره کنم که فرق بین کنه و حشره ای است که کنه ها بدنشون از دو قسمت ناتوزما و گناتوزما یعنی دو قسمت سر و سینه ساخته شده به صلاح و برعکس از حشرات بدن از اونها از سر سینه و شکم که دارای شاخک و آنتن می باشند و همچنین قدرت پرواز حشرات دارند که فرق بین کنه و حشره متمایز ساخته که کنه ها دارای 4 جوره پای می باشند، حشرات دارای 3 جوره پای می باشند. کنه ها فاقد پر بالن نمیتونن به صورت اونو از یک محیط به محیط دیگه پرواز کنن و حشرات قدرت پرواز از یک محیط به محیط دیگه دارن و به خاطر از اینکه ما بتونیم یک سهولت باشه که ما چگونه یک کنه نباتیر به اصطلاح تشخیص بدیم، هرگاه در قسمت اندامه های هوایی شکل برونزی و یا نقره‌ای مانند در برخود گرفته بود و زرد شده بود و همچنین در قسمت میوه‌جات شکل خاکالو در بر خود میگیرد، بهترین راه حلی است که قسمت از برگ شما گرفته قسمت از علائم کتاری که پیشتر یادآوری گردید در یک قسمت کاغذ سفید یا ورق ایفور به اصطلاح ارتکان داده دو الی سه متر و دقت مشاهده کنید موجودات بسیار ریز مشاهده میگیرد که خود از او علائم زرد شدن، نقره شدن و یا برونزی شدن و خاکالو شدن اینا در مجموع بیانگر خود موجودیت کنه های نباتی علل خصوص در سطح نبات شادی به شمار می رود. یه هم تصویر دیگه است از خود رایس مایت یا خود کنه برنج که معمولا اندام های هوایی زرد شده و نبات قد پس پونده و سطح حاصلات علل خصوص نبات را از مرحله رشد و نمایزو در مرحله نهالی به صلاح باز می داره و یکی از موجودات بسیار مهم از آفات بسیار مهم است که طوری که قبلا هم یادآوری گردید خوشبختانه در ولایت هرات تا اکنون کدام گزارش علمی پیرامون موجودیت تزی در هرات گزارش داده نشده. در قسمت کنترل همه جانبی از اینا محسنین گرامی اینا گفتن مانه که ما برای استفاده از رایس مایت یعنی برای کنترل کنه برنج بتوانیم که در صورت شیوع در مزاره اگر از مرحله ETL گذشته بود یعنی از آسانه اقتصادی تجاوز کرد بود بالاخره ما میتونیم که از کنه کشای پروپرژی دایکوفول فان پایروکسومید به اصطلاح ما میتونیم برای کنترل از این اقدام کنیم و زیر نظر متخصصین بخش مربوطه استفاده کنیم تا اینکه بتونیم جمعیت از اونها در سطح پایین تقلیل بدیم. کنترل همه جانبه خود آفات برین در مجموع روش آی پی ام چه موضوعات رو بیان میکنه؟ خود پیشنهاد رایزستن ورایتی یا ورایتی های مقاوم، تست نمودن سطح خاک و استفاده از بای فرتلایزر و همچنین سامر پالوینگ یا خود به حساب شودیار غلبه نمودن در وقت تابستان، کراپ روتیشن یا همانا به اصطلاح تناوب زراعتی میتواند که در جمعیت تقلیل هر یک از آفات که در سلایدهای قبلی یادآوری گردید مار کمک کنه. ویکتور منیجمنت و همچنین روش آی پی ام میگه که شما ناقلین امراض در خصوص امراض ویروسی شما میتونیم که ویکتور منیجمنت مدیریت سعیدش باشیم از ناقلین حشرات ناقل یعنی در قسمت حشراتی که مانند ترپ زنجیره شبشکان در مجموع و خود میلی باکس همچنین میتونه که اینا به اصطلاح ناقلین امراض ویروسی باشه. بای کنترل اجنت استفاده از کنترل بیولوژیکی باز هم بعد از این مراحل مار کمک میکنه در تقلیل جمعیت حشرات
و اصلا در آخرین مرحله در صورتی که ما هر یک ریس استفاده کردیم و کنترل نتونستیم، خود پیستیساید است، استفاده از آفت کش ها، و میتونیم که در وقت سی تریتمنت یا وقت بذر به اصطلاح ما میتونیم که اور آغشته بسازیم یا تریتمنت کنیم و یا معالجه کنیم به هر یک از آفت کش ها. محسن گرامی، تطبیق از این روش در قسمت اکثر آفات، این استفاده از ورایتی های مقاوم، تست نمودن خاک، شدیار نمودن، قلوبه نمودن خاک در وقت تابستان، تناوب زراعتی، کنترل ناقلین مرض به اصطلاح بایو اجنت یا کنترل بیولوژیکی است، و در آخرین صلاح استفاده از آفت کش‌های سلکتیو یا انتخابی زیر نظر متخصص بخش مربوطه مار کمک میکنه که کنترل همه جانبه به اصطلاح در قسمت آفات داشته باشیم و بتونه محیط زیست از خطرات ناگوار به اصطلاح در محیط زیست با بالا انسان ها حیوانات مردم نجات بدیم. مانیتورینگ دید و بازدید ها و تفتیش مزرعه باز هم یک از راههای دیگه است که در قسمت خود آفات شالی یا برنج بار کمک میکنه. ما میتونیم که در نصب تلک های نوری به صلاح در قسمت های مختلف مزرعه نصب کنیم و حشرات مذکر و مؤنث به صلاح دام بیندازیم، و در قسمت نوع جنسیت از اینا سروی که ما از پاپولیشن یا نفوس از اینا دارین و در مجموع جلوگیری از خساره نسل بعدی از اونا ما رو کمک میکنه که تلک های نوری نصب کنیم. و همچنین دید و بازدید از سطح یک مزرعه و ریکارد نمودن دیتا که در چی مرحله هست نبات از لحاظ رشد و آیا حشرات به چی پیمان موجود هست و گزارشتی به مرجع مربوطه باز هم ما رو کمک میکنه که، و این هم خود نصب تلک های فیرامونی که باز هم در گرفتاری جنس های مذکر و مؤنث و به اصطلاح در قسمت جفتگیری از اینا که میتونن یک اختلال به وجود بیاره موثر است. محصلین گرامی، رسیدیم به پایان جلسه 15 هم. تشکر از حوصله مندی شما خوبان. پل ارتباطی با ما 0797-870-865 و یا ایمیل آدرسی که ذکر گیرده است، در صورت کدام انتقاد پیشنهاد داشته باشید میتونید با ما در میان بگذارید. تا جلسه بعدی همگی شما خوبان رو بلای پاک میسپارم. شاد و موفق تندرست باشید. خوبان گرامی، در ختم جلسه میخواهیم که بازم یادآوری کنم قرنطین و یا ماندن در خانه خیش و استفاده از میوه‌جاتی که در ترکیب خود ویتامین سی داره و همچنین به اصطلاح عدم اشتراک در محلاتی که افراد اشخاص مصاب یا مشکوک هستند میتونید باعث سلامتی خود و فامیلتان شوید. تا دیدار بعدی و جلسه بعدی همگی شما خوبان رو بر لای پاک میسپارم. شاد و موفق تندرست باشید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.